سرخط خبرها، تلاش برای زنده آتش زدن نماینده مجلس. سپاه پاسداران با این حرکت همه را شگفت زده کرد. افشاگری سخنگوی سابق کاخ سفید علیه ترامپ. ناتو نقشه های زلنسکی را به باد داد. و جنگ خونین در جنین. مبارزان عرین الاسفد وارد نبرد شدند. سلام، به این سرویس خبری با من فاطمه از کانال خبرکده خوش آمدید. تلاش برای زنده آتش زدن نماینده مجلس. دیروز دوشنبه 12 تیر ماه 1402 در مراسم کلنگزنی دانشگاه پرستاری شادگان، یکی از شهروندان با ریختن یک بطری بنزین روی شیخ مجید ناصری نژاد، نماینده شادگان قصد آتش زدن او را داشت که در نهایت با دخالت حاضرین در مراسم از وقوع حادثه جلوگیری شد. این نماینده ضمن تایید این خبر گفت دلیل و انگیزه این فرد از این اقدام مشخص نیست و او بعد از آنکه موفق به روشن کردن فندک نشد فرار کرد. وی تاکید کرد صبح امروز طرح شکایتی صورت گرفته و منتظر پیگیری دستگاه‌های مربوطه هستیم. طبق گفته این نماینده پیش از این نیز افرادی به خانه و ماشین شخصیش تیراندازی کردند. سپاه پاسداران با این حرکت همه را شگفت زده کرد. به گزارش مونیبان، سامانه آموزشی موشک فتح 360 توسط متخصصان نیروی زمینی سپاه طراحی و با موفقیت آزمایش شد. در این سامانه از بدنه موشک فتح 360 استفاده شده که درون بدنه به جای قرارگیری پیشران و سرجنگی یک راکت 122 میلیمتری آرش قرار می‌گیرد و کاربر با شلیک آن تمامی مراحل شلیک موشک را تمرین می‌کند. افشاگری سخنگوی سابق کاخ سفید علیه ترامپ. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، استفانی گریشام سخنگوی سابق کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا شخصا در نشست‌هایی در باشگاه تفریحی مارالاگو در فلوریدا اسناد طبقه بندی شده دولتی را به افراد غیر مجاز نشان داده است. چندی پیش هیئت منصفه یک دادگاه فدرال آمریکا علیه دونالد ترامپ در پرونده نگهداری از اسناد محرمانه در ملک شخصی خود اعلام جرم کرد. در کیفرخواست این دادگاه مشخص شد 37 مورد جرم علیه این رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام شده است. استفانی گریشام که مدتی به عنوان رئیس دفتر و دبیر مطبوعاتی ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور سابق آمریکا نیز کار کرده، در مصاحبه با شبکه MSNBC موضوع طرح کیفرخواست علیه ترامپ به خاطر نگهداری از اسناد محرمانه را پیش کشید. الکس ویت مجری شبکه MSNBC از گریشام پرسید آیا ترامپ در نشست‌های خصوصی اسناد طبقه بندی شده دولتی را به اشخاص دیگر نشان داده است؟ سخنگوی سابق کاخ سفید پاسخ داد جواب کوتاه من به این سوال این است. بله، من دیدم که او در حیات خلوت اتاق غذاخوری اقامتگاه مارالاگو این اسناد را به افرادی نشان داد. پس او رعایت محرمانگی اطلاعات را نکرد و هرگز این کار را انجام نداد. ناتو نقشه های زلنسکی را به باد داد. راب باوئر رئیس کمیته نظامی ناتو گفت که اوکراین تا پایان ضد حمله به روسیه هواپیماهای جنگنده دریافت نخواهد کرد. به گزارش ایرنا استاس، باوئر در مصاحبه با رادیوی LBC خاطر نشان کرد ارائه جت‌های جنگنده‌ای که اوکراین خواسته است بحث مهمی است، اما در کوتاه مدت حل نخواهد شد. باوئر همچنین تاکید کرد که آموزش تعمیر و نگهداری خلبان و هواپیما تا زمان ضد حمله در دسترس نخواهد بود. پیشتر یوری ایگناس نماینده نیروهای مسلح اوکراین گفت که آموزش خلبانان اوکراینی برای پرواز با جنگنده‌های F-16 آمریکایی هنوز آغاز نشده است. کیف نمی‌خواهد در این زمینه به کشورهای غربی فشار بیاورد. و جنگ خونین در جنین، مبارزان عرین الاسفد وارد نبرد شدند. گروه مقاومت عرین الاسفد اعلام کرد که از بامداد دوشنبه برای نبرد در کنار دیگر گروه‌های مقاومت وارد اردوگاه جنین شده است. به گزارش ایرنا از رسانه‌های فلسطینی، این گروه مقاومت از همه کسانی که سلاح در اختیار دارند و نمی‌توانند خود را به جنین برسانند خواست در هر جایی حضور دارند با اشغالگران درگیر شوند.
این گروه با بیان اینکه جنین را تنها نمی‌گذاریم، از همه فلسطینی‌ها در داخل و خارج این کشور خواست برای پشتیبانی از شهر و اردوگاه جنین وارد میدان شوند. گروه عرین الاسود از شهروندان فلسطینی در سراسر خاک فلسطین از کرانه باختری، قدس تا غزه و همه اردوگاه های فلسطینی نشین در خارج از سرزمین فلسطین خواست ساعت 19 دوشنبه به خاطر جنین، شهدا و مجروحان وارد خیابان‌ها و میدان‌های مقابله با صهیونیست‌ها شوند. ممنون که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.